عرض سلام و درودم دوستان عزیز موشه ایساقان هستم تاگرم دوست عزیزم سرور گرامی در همچین شب استثنایی و مخصوصی شب اشاق کنار آقای دکتر پیمان روفی روانشناس بالینی با بیش از 15 سال خدمت صادقانه به جامعه ما با دلسوزی کامل و افتخاری که ما هفته یک شب میتونیم کنار شما باشیم البته دکتر همه جو برنامه دارم این هفته مثلا در مورد اشاق همه رو به عشق یه مقدار بیشتر آشنا کردن و امیدواریم در این برنامه هم بتونیم از وجودشون بیشتر استفاده کنیم الان فیسبوک و یوتیوب لایو داره برنامه پخش میشه و بازپخش پخش برنامه هم از طریق کانال 198 درخت زندگی دیگه همه دوستان آشنا شدن تو سراسر آمریکا جی همه دارن و ستلایت و دیش در ایران خودمون و کشور آسیایی آسیایی بازبخش میشه دکتر جان به برنامه اشتاق امشب برنامه خودتون خوش اومدین ممنون از شما شالما و برخواب شما ربای عزیز همه عزیزانی که همراه ما هستند و یا صدا و تصویر ما رو خواهند داشت به ایران اشاره کردید بله من از ایران دوستانی به من میگن که برنامه ها رو اونجا روی ماهواره <تصفح> تماشا میکنن حالا از فکر نمی کنم جی ویز باشه در ایران ولی ماهواره دارن که از روی اون تماشا میکنن مطمئنم که دوستان دیگه هم در جاهای مختلف دنیا همین کارو میتونن انجام بدن خوشحالم که به قول فرمایش شما در زمانی که صحبت از عشق و عاشقی و اینها هست حالا اسمش ولنتاینه ولی واقعا ما حالا اسمش رو میذاریم عشق و عاشقی و دلمون میخواد که مقداری در این زمان ها از این عشق و عاشقی ها بیشتر هم صحبت بکنیم چی میگن هرچه که به زبان آید به دل آید این, این هم همین وصف ما دلمون میخواد در موردش صحبت کنیم خیلی هم خوب فل بداهه اتفاقا دکتر دلامون با هم با همه برای من دوست داشتم یه تاپیک انتخاب میکردم عشق چیست و عاشق کی است که شما اونو در برنامه رادیو همراه انتخاب کرده بودی من اینو دیگه <تصفح> <صفح> آره این بحث بحث حالا به هر حال سوالاتی که در مورد همین بحث عشق و عاشقی میشه از جنبه های مختلف میشه جالب بود که حالا در همراه دوست عزیزم آقای فراخ جاوید که برنامه ای دارن صبحها در رادیو همراه به دنبال خورشید یه برنامه قرار شد که ما یه صحبتی کردیم در مورد واقعا حالا بحث عشق چیه و کیو میتونیم بگیم عاشق بعد جالب بود که باز امروز همکاران رادیویی در رادیو 670 AM میخواستن که در مورد بحث ولنتاین و روز ولنتاین و اهمیت حالا یه همچین روزی و یا حتی هدیه دادن و کادو دادنش صحبت بکنیم جالب بود که یک روز هست و نیگرش های مختلف و بعد شما هم که تایتلی که برای این برنامه انتخاب کرده بودید و روی فلایر زده بودید در مورد عاشق شدن همسر بود و اینکه چگونه میتونم همسرم رو عاشق بکنم و خب متقابلا خودم همسر عاشق همسرم بشم این این خیلی جالبه که ما یه موقعیتی داریم یک روزی داریم به نام روز اشاق و میشه از جهدهای مختلف بهش توجه کرد تعریفش کرد در موردش صحبت کرد و این به نظر من مجیکال بودن یا حالا بگیم به نوعی معجزه این است مثل روز مادر، مثل روز پدر مثل روز کارگر، مثل روز معلم اینها روزهای خیلی جالبی هستند که واقعا میشه مدتها در موردشون صحبت کرد و تا اصلا به خاطر همین هم این روزها تعیین میشن فرض کنید روز شکرگزاری مثلا روز شکرگزاری یه روز در سال ولی به معنی نیستش که ما روزهای دیگه قرار شکرگزاری نکنیم و یا حتی میدونم موعدهای مختلفی که در طول سال در یهودیت هست و اون موعدها هر کدوم یه موعد خاصی داره یک زمان خاصی داره ولی به این معنی نیستش که فقط قراره در اون روز و در اون زمان بهش توجه کرد مثلا هفته گذشته که ما تو بیشبت رو داشتیم بحث درخت و میوه ها و زمین و طبیعت و اینها بود و این یک روزی است که خب ما به اون میوه ها و به اون درختانی که داریم ازشون غذا میگیریم میخوریم نو میشن تازه میشن به بار میان درس زندگی بگیریم تشکری داشته باشیم و اینها به حال این روزها روزهایی هستند بهانه ولی در واقعیت اینه که هر روز میشه روز عشاق باشه روز عشق باشه عشق ورزیدن باشه و توجه کردن به اهمیت عشق باشه بفرمایید رب من بهش میگم اینها یه بار مصرف نیستن بلکه هم شما فرموده موجزی عشق یک امروز بهانی است فشب قدرتی بگیریم یکم واقعا در کنیسای ما اوهل موشه پیکو رابرسون اصلا من دکتر کیف کردم عشق کردم صف کشیدن ماشین ها مرد ها, زن ها. گل میبرن این داره مثلا میخواد دلیوری کنه برای یه نفر یه نفر میاد میخره میخواد بفروشه یکی میخواد برای اون کسی که دوستش داره باراش گل میخره چقدر عشق و محبت در این روز شعلهور میشه تو آمریکا و یه صحنه فوق العاده زیباییه و ما نمیتونیم ازش همینجوری بگذریم بگیم حالا مثلا به فرض تو دین ما نیومده هیچ جا نمیشه تو تورا ولی خب روز عشق تو آمریکا هستیم و چیز قشنگه انسان هر چیزی که میبینه میشنوه میتونه یه درسی ازش یاد بگیره و امشب میخوام یه بیشتر باز کنیم و همچنین خیلی قشنگ چه کار کنم همسرم عاشقم بشه یا فال این لا بک دوباره چون شاید یه اشاره کنی اصلا چرا ما یه کارایی میکنیم که اینا از هم دیگه دور میشن مثلا یه حرفای مرد میزنه که زنه رو اصلا از خود بیخود میکنه یا زن یه حرف میزنه که مرده رو اصلا میرانه بعد میخوایم عشقشون رو با یه کادو و یه چیزی به دست بیاریم یه چیز رو خراب میکنیم بعد میخوایم این رو درستش کنیم نمیدونم آیا درست این بازش کنیم سوال،, سوال خیلی خوب و قشنگ اما گاهی وقتا هستش که اصلا یک ازدواجی اصلا یا بدون عشق شروع میشه یا با عشق شروع میشه و بعدا عشق از بین میره یا اینکه بدون عشق به وجود بدون عشق شروع میشه ولی عشق درش به وجود میاد یا اینکه با عشق هم به وجود میاد شروع میشه هم با عشق قوی تر میشه و ادامه پیدا میکنه همه این حالت ها رو ما داریم مهم. اما یه چیزی میخوام بگم میخوام بگم که بیایم نگاه بکنیم ببینیم اگر یک زندگی درش عشق باشه چگونه است چه ماحصلی داره چه نتیجه ای داره یه زندگی که اگه درش عشق نیست چه شکلیه و چه اتفاقاتی درش میفته و بعد میایم به اون راهکارها میپردازیم که چگونه میتونیم حالا ما این ماجرای عشق رو در این پیوند زناشویی خودمون به وجود بیاریم من یه سری تحقیقات رو نگاه کردم و گفتش که عشق خیلی خیلی خوب اگه بخوایم بگیم چیه عشقی که در طول زندگی زناشویی بین این دو نفر به وجود میاد <applause> یعنی خیلی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک عشق واقعی قبل از ازدواج وجود داشته باشه اما عشق واقعی اونیه که بعد از ازدواج و با هم زندگی کردن این عشق به وجود میاد و یا محکم و محکم تر میشه این نکته رو داشته باشین حالا نگاه بکنیم ببینیم اگر که یک زندگی زناشویی درش عشق وجود نداشته باشه چی میشه؟ خب اون زندگی بدون شور و حیجانه سرد و بیروهه یعنی افرادی که دارن از جمله اون پدر و مادر و, بچه هاشون تو اون زندگی بدون عشق دارن زندگی میکنن اون هیجان شادی نشاد سرور درشون دیده نمیشه نخوت تنهایی بیحوسلگی ناامیدی دوری جر و بحث های خالی از آداب استدلال و جر و بحث که بارها در موردش صحبت کردیم اینها در این زندگی بدون عشق هست میتونه دروغ و پنهانکاری وجود داشته باشه میتونه منجر به خیانت هم بشه پس ببینید اگر یک زندگی زناشویی درش عشق محبت مهربانی احترام متقابل تعامل گفتگو اینها نباشه اتفاقی که میفته این هاست ناامیدی، دوری، خیانت، دروغ، پنهانکاری جر و بحث و خالی از روح و سرد بودن زندگی اینا نشانه های زندگی زناشویی بدون عشق حالا ببینیم اگر زندگی درش عشق باشه چگونه است حالا اینایی که گفتیم خب دیگه تغییر میکنه دیگه اینا عوض میشه من. مطمئنا اما نتیجه ای که میاره زندگی زناشویی سرشار و یا محتوی عشق درش لذت وجود داره لذت بردن خوشحال بودن شور و هیجان داشتن در زندگی هست که درش عشق وجود داره امنیت وجود داره امنیت این که چهار تا ستون خونه ما حالا میگن هر خونه چهار تا ستون داره برای اینکه 4 تا دیوار اگه بگیم این چهار تا دیوار و چهار تا ستون هم وایسادن ولی واقعیت زندگی ما همون افرادی هست ستون‌های زندگی ما همون افرادی هستند که درش هستند حالا بگیم با دو تا شروع میشه که زن و مرد باشه خب این امنیت رو ایجاد میکنه عشق محکم بودن امنیت و امن بودن رو فراهم میکنه پیشرفت ایجاد میکنه یعنی افراد در یک خانواده یا در یک زندگی دارای عشق پیشرفت میتونن بکنن روش دارن به جلو میرن و بعد فرزندان سالم از زندگی میاد که درش عشق وجود داره اگر در یک زندگی زناشویی عشق وجود نداشته باشه فرزندان هم بیمارند ناسالمن به دنبال محبت میگردن گدای محبتن اگر یه کسی از راه برسه و بهش کلمه محبت آمیز بگه برده و بندش میشه رو میخوره فکر میکنه تصور میکنه یک دل نه دل عاشق اون بابا شده چرا؟ برای اینکه تو زندگی خودش عشق واقعی رو ندیده تماشا نکرده حس نکرده تجربه نکرده نداشته و یا اینکه ممکنه در زندگی زناشویی خودش در رابطه های خودش هم نتونه عشق ورزی بکنه نتونه به درستی عشق خودش رو نشون بده بشناسه داشته باشه تجربه کنه پس میبینیم یک فرزند بیمار از یک زندگی زناشویی خالی از عشق به وجود میاد و این بیماری و چرخه و زنجیره ادامه پیدا می کند و می کند و میره جلو و می بینیم یکی بعد از دیگری زندگی ها خالی از عشق و صمیمیت و محبت میشن بیماری های روانی اختلالات روانی بیرون میاد اون خود کمبینی ها اعتماد به نفس نداشتن ها خود رو دوست نداشتن ها غیبت کردن ها زخم زبون زدن ها فضولی کردن ها دروغ گفتن ها پنهان کاری کردن ها و خیانت کردن ها اما اگر ما زندگیمون که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد که چه, چه کار میکنیم که عشق درش به وجود بیاد یا به وجود آمده حالا محکم بشه اگر این عشق وجود داشته باشه میتونیم زندگی سالمی داشته باشیم این دوتا رو میخواستم اینجوری با همدیگه مقایسه ای کرده باشیم که حالا به قول مربوط مربوط چرخ هم گرم بشه ربای رب عزیز حالا شما بیتونید. دارم شما گفتین که اگر عشق رو تو خونه ندن یه جای دیگه هر کی گفت مثلا دوست دارم میداره حتی مبادی باشه الکلی باشه بهش کشیده میشه یه بار اینجا فکر کنم گفتیم یک خواننده معروف اسرائیلی شال رپشل که میرفت روی صحنه گیتار میزد آهنگ میخورد داستان همزمان تعریف میکرد همه رو به بهش می آورد و رو صحنه هم فوت کرد این میرفت تو زندان و مردم ها هاگ حاک میداد بارشون موزیک میزد میگه با بابا اشتباه کردن ولی میخوام شادش کنن این چقدر قشنگ حتی که حتی یکی زندانی اما با انسان بهش برسه میرن ربایی هستن توی زندان واسه تفیلین میذارن غذای کاشر میبرن درس زندگی بهشون یاد میدن اینا رو آماده میکنن برای وقتی که میخوان بیان بیرون این وقتی میرفت تو زندان مثلا با گیتار بارشون میزد همه زندانی جمع میشدن خیلی قشنگ یه هاگ بغلش میکرد. نمیکرد و که از این قول که سالیان سال توی زندان بوده این یه هاگ بهش میده میگه رو میشه یه هاگ دیگه به من بدی دو بار سه بار چهار بار خلاصه من میگه چیه تو مثل اینکه کم بود هاگ داری میگه این اولین بار تو زندگیم که یه نفر منو در بغل گرفته اگر کوچیک بودم یه نفر منو در آغوش گرفته بود هیچ وقت من سر از زندان در می... نمیابردم خیلی دردناک دکتر جان یعنی آدمایی هستن من تو ایران یادمه میگفتن مثلا یک پدر حتی بچه خودش رو بغل نکنه بلکه که لوس بار میاد اینو شنیده بودین شما دکتر جان <applause> بله بله متاسفانه و یا اینکه خب تمایلات نادرستی پیدا میکنه حالا چه مادرش بغلش کنه چه پدرش بغلش بکنه لوس میشه بچه ننه میشه اینا عبارات و کلمات غلط و اشتباه و نادرستی بود که به کار میرفت <applause> باید مرد بشه باید زن بشه باید نمیدونم خود ساخته بشه و اینها یه چیزهایی بود که و یا اینکه اگر پدر و مادر جلوی بچه همدیگه رو در آغوش بکشن بغل بکنن ببوسن ابراز محبت به هم دیگه بکنن جلو بچه زشت بده، بیابروی نادرسته در حالی که ما امروز تشویق میکنیم پدر و مادر رو که شما میتونید با کلمات زیبا و قشنگ و دوست دارم و دلم برا تنگ شده و چقدر خوشحالم که آمدی خونه و چقدر خوشحالم که کنار من هستی گفتنها به فرزندانشون امنیت بدن و یاد بدن ابراز محبت کردن طبیعی و عادی است هم میتونی بخوای که دیگری این کار رو برات بکنه تعجب نکنی و همین که خودت این کار رو بکنی حالا به همسرته به فرزندته به دوستته تشکر کردن اپریشیت کردن <تصفح> اصلا همین تشکر کردن هم همینطور بود که شما میفرمایید اون هم این بود که اگه خب ما از کسی که یه کاری کرده تشکر کنیم پر رو میشه خیال میکنه که مثلا حالا یه چیزی بر ف... ف... به اضافه وظیفش انجام داده و اینها خب انجام نمیشد و بلکه فرمان دادن دستور دادن انجام میشد هنوز هنوز من دارم میشنوم که تو خانواده ها یه یعنی نفر میشینه میگه لیوان آبو بده اونو بیار اینو ببر خب خودت پاشو دار قاشق بیار چنگال بیار نمیدونم این کار برای چی آخه خب باید این کار رو بکنی چرا دستور میدی حالا تازه دستور هم میدی و کار انجام میشه تشکری دیگه توش نیست این های چیزهایی که متاسفانه صدم زننده است هم به فرزندان هم به روابط خودمون بریم سراغ راهکارها ببینیم چجوری ما میتونیم عشق رو در یک رابطه زناشویی اگر وجود داره محکم نگرش داریم اگر به وجود یعنی وجود نیامده به وجود نیومده بتونیم به وجود بیاریمش و بعد در این مطالبی که من یادداشت کردم بعضیهاش مختص همون رابطه زناشوییه برای اینکه رابطه زناشویی و ازدواج کردن و زیری سخت زندگی کردن یه امکاناتی به ما میده که شاید قبل از اون ازدواج ما اون امکانات رو نداشتیم نمیتونستیم ازش استفاده کنیم مثلا چی؟ مثلا گذراندن وقت این وقت با هم گذراندن طبیعتا در یک زندگی خانوادگی و زناشویی بیشتر امکان پذیره تا دو نفری که دارن با هم بیرون میرن یا دیت میکنن چون اونا کارهای خودشونو دارن خانواده های خودشونو دارن مسئولیت های خودشونو دارن شاید هفته یه بار یا دو بار بتونن با کسی که میخوان ازدواج بکنن و عاشقش بشن بیرون برن به همدیگر رو بشناسن ولی زن و شوهری که کنار همزیری سخت زندگی میکنن وقت بیشتری دارن تا بتونن اون رابطه و پیوند زناشوییشون رو قوی تر بکنن خب همین گذراندن وقت به اونها امکان بیشتری میده که مسافرت کنن با هم دیگه در خانه کنار هم باشن تو آشپزی مشارکت کنن تو تمیز کردن خونهشون با هم مشارکت داشته باشن خرید برن رستوران برن و این وقت گذروندن و کنار هم بودن اصطلاحا در واجه های روانشناسی بهش پراکسیمیتی گفته میشه و اون اصولا ثابت شده که وقتی دو انسان کنار هم بیشتر هستن مثل فرض کنید دوتا همکار وقتی این دوتا همکار با همدیگه هر روز ساعت های طولانی کنار هم هستن علاقه مندیشون میتونه به هم بیشتر بشه حالا شما فرض بکنید زن و شوهری که مثلا آخر هفته ها شبه ها بعد از کار با همدیگه هستن و اون کنار هم بودن و پراکسیمیتی میتونه اونها رو به همدیگه نزدیکتر عاطفی بکنه پس یکی از بنفیت هایی که ازدواج و رابطه زناشویی میتونه برای دو نفر داشته باشه همینه که با اونها وقت بیشتری میده امکان بیشتری میده که کنار همدیگه باشن و بتونن در اون وادی عشق با همدیگه حرکت بکنن خصوصیات شخصیتی همدیگه رو بیشتر میتونن بشناسن بپرورونن تشکر و قدردانی بکنن خب پس شناخته پروروندن و کمک کردن و پیشرفتشه و قدردانی کردنشه چه, چه،, چه شخصیت هایی؟ چه ویژگی هایی؟ مهرورزی مهربانی کردن وقتی یکی مریض میشه اون یکی کنارش هست براش غذا میاره پتو روش میندازه دارو بهش میده دکتر میبردش همراهی باهاش میکنه اینها یعنی مهربانی و مهرورزی هوش و هوشیاری مسائلی که پیش میاد چگونه میتونه پرابلم سالو بکنه مشکل رو حل بکنه چه چیزهایی رو میتونه از چه چیزهایی تمیز بده فرق بگذاره اینها اون هوشیاری و حل مشکله که یک فردی اون توانمندیهای های خودش رو توی اون ازدواج زناشویی داره به یارش نشون میده داره اون رو پرورش هم میده بزلگوی خندوندن حرف های خوش, زدن جک گفتن بامزه بودن این هایی که از اون ویژگی هایی است که اتفاقا تحقیقات نشون میده که خانم ها خیلی علاقه دارن که همسرشون مردشون اصطلاحا آدم با ای باشه و اونها رو بخندونه و اون سنس آف هیومر یا بزلگویی رو داشته باشه خب این در این رابطه زناشویی میتونه خیلی مستحکم تر بشه دیده بشه پرورش پیدا بکنه جایزه داده بشه قدردانی بشه و بعد رشد بیشتری هم پیدا کنه لباس لباس پوشیدن ها لباس حالا تمیز مرتب حالا اون با سلیقه همدیگه خریداری شدن نمیدونم ست کردن این این خوبه این به این میاد اینی که من امروز پوشیدم با اونی که هست اینا من من خودم الان بعد 23 سال که دیگه ببخشید 24 سال دیگه الان 24 سالی مم. که ما ازدواج کردیم میپرسم این این کراوات این نمیدونم دستمال این پیرهن این شلوار اینا به هم دیگه میاد خوبه نه اونو عوض کن اونو با اون بپوشی بهتره خب این اینها هماهنگ میشه اینها فیدبک و همدیگه دادن نظر و همدیگه دادن آدم ها رو به همدیگه نزدیک میکنه در رابطه زناشویی حل مشکل رو گفتم گوش کردن باز این ویژگی های شخصیتی است یه نفر چه گوش کننده خوبیه چه خوب گوش میکنه چقدر اکتیو و فعالانه داره به من گوش میکنه سرش هم تکون میده تو چشمای من هم داره نگاه میکنه یه خند مسئله دار میگم لبخند میزنه میخنده این هم مهارت ها و ویژگی های گوش دادنه چه آدم مسئولیت پذیریه بابا این همسر من مسئولیت قبول میکنه متعهده وقتی مسئولیت یک چیزی رو قبول میکنه همه رو انجام میده درستی مرتب سر وقت اینها رو داره انجام میده این هم خیلی بسیار خوبه نظافت چه آدم تمیزی چه آدم مرتبی چه آدمی که حالا اون حمام کردن نمیدونم تمیز نگه داشتن محل زندگیش نمیدونم اتاق کارش اینها این, این ویژگی های شخصیتی است که در روابط زناشویی و بعد از ازدواج میتونه اگه خوب باشه دیده بشه قدردانی بشه پرورش پیدا بکنه اگر هم اینها وجود نداره اینها رو حواسمون باشه که باید به وجود بیاریم رب باید بفرم اگه میکنم اونجا واقعا جواب بشه این دکتر اوکی <تص> <تص> سیاسی پالیتیکی نه واقعا چند درصد از مردم که پیش شما میان با روانشناسی واقعا بهش واقعیت این قبول دارین این چیزایی که امشب صحبت کردیم بینشون وجود داره خب اگه وجود داشت که پیش من نمی <applause> که پیش دیگه, از این، واقعا دیگه, از این دیگه از این واقعی به شما بگن آخه افرادی که خب واقعا من یه روزی به یه عزیزی آمده بود دفتر من گفتم که سلام علیکم اینا حالتون خوبه و بعد گفتش که دکتر اگه من حالم خوب بود که پیش تو اومدم دیدم خب راست میگه دیگه واقعا یعنی از این حرف منطقی تر دیگه من چی بگم حالا حالا شما میگید که چند درصد آدم هایی که میان پیش من این چیزایی که الان دارم میگم که خب اینا رو میگم به عنوان خوبی اینا دارن خب اینا اگه داشتن که مشکل پیدا نمیکردن اینها مال کسانی است که میخوان مشکل پیدا نکنن اینها مال کسانی است که اگر احساس میکنن مشکل دارن ببینن که اینجاها ما مشکل داریم آیا نظافتمونه آیا مسئولیت پذیریمونه؟ آیا گفتگو و گوش کردنمونه؟ آیا وقت با هم صرف کردن مونه؟ کدومی که از این هاست که ما ایراد داریم داریم کمکاری کاری که باید تغییرش بدیم تا بتونیم اون عشق رو در زندگیمون به وجود بیاریم تا بشیم اون خانواده سالمه که اول گفتم نبشیم اون دیزستری که بچه های بیمار داریم پرورش میدیم و خودمونم لذت نمیبریم و خونمونم سرد و بیروهه حالا درصد من اگه بخوام بگم خب باید بگم قاعدتاً یه چیز حدود صد درصد آدم هایی که پیش من میان برای اینکه کمک میخوان برای اینکه مشکل توی زندگی اگه زناش رویشون پیش آمده خب اینها رو را رایت نمی منم اینا توی کتاب ها پیدا نکردم واقعیتش بسیاری از اینها که من قبل از این برنامه ب... مینویسم روی تجربه روی چیزهایی که میشنوم روی کارهایی که داریم با افراد میکنیم میبینم که بابا طرف مسئولیت پذیری نداره تو زندگی زناشویش اهمیت به گوش کردن و کنارش کسی بودن مسافرت رفتن سینما رفتن و با او همراه بودن نداره و این هاست که مشکل زندگی ها رو به وجود میاره و مواردی که حالا در موردش باز الان ادامه میدم و صحبت میکنم امیدوارم جواب شما رو داده باشم آره شاید یه جور دیگه سوال کنم اونایی که پیش شما نمیان فکر میکنه همه اینا رو دارن یعنی خوبن نه نه اونام نه نه خیلی از اونها نه نه لزوما برای اینکه اونا اصلا اصلا مشکل اونا خیلی بیشتره خدا باز نمیان. پدر مادر اونها رو داره که میان برای اینکه اونا فهمیدن یه مشکلی وجود واه. داره و یه راه حلی میخوان پیدا بکنن باز اونا خیلی جلوترن ولی خیلی ها هستن که نه تازه اصلا اینم نمیدونن که من باید دنبال راه حل بگردم یا میگن مشکل من نیست مشکل همسرمه <متصف> اینا رو من ما ارادی ندارم اون ایرادا مال اونه بعد همسرش میاد بهشون میگه بیا بریم دکتر میگه من که دیوانه نیستم تو دیوانه ای تو باید بری دکتر یک حرف زشت برخورنده غیر علمی مال 150 سال پیش که طرف اینجوری برخورد میکنه پس بسیاری از اونهایی هم که نمیان به این دلیل نیستش که زندگی های خیلی سالم و خوبی دارن و خوشیان و یا اونایی که خدایاریاشون رو روی فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام میذارن و مهمونی ها و بغل کردن ها رو میذارن اونها هم باز من به خیلی میگم واقعا گول اینا رو هم نخورید برای اینکه اینها معلوم نیست که واقعیت پشتش چیه و بارها بوده کیس های برای من ثابت شده که میدیدم روی صفحات اجتماعی که چه عکس های قشنگ خوبی دارن از خودشون میذارن ولی وقتی آمدن پیش من تازه فهمیدم ایداد بیداد اینا چه زندگی های سخت و بد و نادرست و دیوار کجیه که از روز اول بنا شده ولی خب عکس ها برای مردمان دیگه عکس های خیلی شیرین و جذابی است روی صفحات اجتماعی اینه که متاسفانه چیزی که من احساس میکنم اینه که نه در سطح بسیاری از افرادی که حتی پیش ما هم نمیان ولی بسیاری از اینها رو رعایت نمیکنن نتیجهش چه؟ چرا این گونه است؟ برای اینکه خب ما جوانهایی رو که میبینیم از این خانواده بیرون میان باید ببینیم چقدر آدمهای خوشحال و با اعتماد به نفس و با حرمت به نفسی هستن نگاه کنیم ببینیم پچ پچ کردن هایی که توی مهمانی ها پشت همدیگه داره انجام میشه داستان ها غیبت ها نمیدونم چشم و همچشمی کردن ها اینها چرا داره اتفاق میفته خب اینها از خانواده ناسالم بیرون میان دیگه جواب گرفتم خیلی قشنگ به قول خانم محبوبه اگر اینها را می میشد این همه طلاق نداشتیم ما چرا طلاق چرا افراد توی مثلا 50 سالگی 60 سالگی میخوان از هم جدا بشن چرا توی ب... در ا... یه خورده کوتاهتر از ب... بعد از ازدواجشون کوتاه بعد از ازدواجشون میخوان جدا بشن دقیقا همینه دیگه به خاطر همین خانم محبوبه درست میگن این همه طلاق نشون دهنده مشکلاتی است که خب در رابطه زناشویی به وجود اومده ما یه برنامه اینجا کاملا داشتیم که اگر طلاق زیاد شده چرا طلاق زیاد شده یه مقداری صحبت کردیم که شناخت قبل از ازدواج کافی نبوده و درست نبوده خب اینم جای خودش ولی بعد از ازدواج میشه عشق رو به وجود آورد تازه تحقیقات اینو اول برنامه امروز گفتم تحقیقات نشون میده که عشق بعد از ازدواج واقعی تره شیرینتره تره شیرین تره من الان دارم کلیداشو میدم من الان دارم میگم که اگر ازدواج کردید قبل از ازدواج خیلی عشقی نداشتید و یا حتی اگر عشق داشتید اما میخواید بعد از ازدواج عشق را میگه دارید اینها راه است که دارم میگم <applause> خب پس خصوصیات شخصیتی رو صحبت کردیم گاهی وقتا در بعد از ازدواج و با هم زندگی کردن ما شباهت هایی رو تو همدیگه پیدا می کنیم چیزهایی که خب توی مدت آشنایی فرصت نداشتیم بفهمیم پیدا بکنیم حالا توی بعد از ازدواج پیدا می کنیم این شباهت ها می تونه ابزاری باشه برای محکم کردن رابطمون لذت بردن بیشتنه بود نمیگم فقط باید شباهت باشه تفاوت بده نه تفاوت هم میتونه عامل پیشرفت باشه عامل یاد گرفتن باشه این اطاف پذیری ایجاد کنه اما گاهی وقتا شباهت ها میتونه در قوی شدن پیوند دو نفر و رابطه اونها کمک بکنه و کمک های باشه و این شباهت ها خب در لوای در ادامه اون ازدواج هم شناخته میشه و هم به وجود میاد چرا به وجود میاد خیلی خوب من مثلا یه ژانرای فیلمی یا یه ژانرای موسیقی رو قبلا امتحان نکرده بودم گوش نکرده بودم عادت نکرده بودم اما الان بعد از ازدواج میبینم همسر من داره اون موسیقی رو گوش میکنه اون نوا رو گوش میکنه و من هم داره به نظرم خوب میاد به نظرم خوش میاد دارم بهش علاقه میشم و بعد بوم میبینیم هر دوی ما علاقه موسیقیمون عین هم شد خب این شباهتی است که به وجود میاد و این در پی اون ازدواج و اون انعطاف پذیری و با همس وقت صرف کردن به وجود اومده این میتونه یکی از نکاتی باشه که اون عشق و علاقه رو در دوران ازدواج و پس از ازدواج بیشتر بکنه دکتر اینجا قبل از که بریم نکته بعدی چون خیلی از جوان‌ها رو من می‌بینم که دنبال هایی می‌گردن که بخوان با خاطر اون با هم ازدواج کنن مثلا دوتا اهل کوهنوردی باشیم اهل موسیقی باشیم اهل سینما باشیم ولی خیلی قشنگ گفتیم بعد از ازدواج هم می‌تونه هایی به وجود بیاد پس لازم نیست که من یه یعنی نفر مثل کپی خودم قبل از ازدواج پیدا کنم اصلا و ابدا من قرار نیستش که یه کلون خودم رو پیدا کنم لازم. و برم با کلون کلون شده خودم شبیه سازی شده خودم ازدواج بکنم اصلا غلطترین کار این مسئله برای اینکه اگه قرار باشه من یکی این خودم رو پیدا بکنم که من خودمو دارم دارم با خودم زندگی میکنم هر روز و شب دارم اون جور فیلمی که میخوام میبینم موسیقی که میخوام گوش میکنم غذایی که میخوام میخورم ساعتی که میخوام من میخوابم خب برای چی باید برم با یکی دیگه ازدواج بکنم که اینه من باشه خب من با خودم دارم زندگی میکنم اما من با یکی دیگه ازدواج میکنم که تفاوت هایی داشته باشه از اون بتونم یه چیزایی یاد بگیرم بتونم با او رشد بکنم من به او یه چیزی یاد میدم اون به من یه چیزی یاد میده و اون تفاوت ها میتونه به ما کمک بکنه که دنیای دیگری رو هم بشناسیم به اینجوری بهتون بگم خب این دو تا،, دو تا, شرط داره یه شرطش اینه که من اصولا آدم انعطاف پذیری باشم خیلی آدم سفت و ریجید و نمیدونم حرف حرف منه راه راه منه نباشم آمادگی انعطاف پذیری و یاد گرفتن چیزهای جدید امتحان کردن غذای جدید یه نفر هست مثلا پیش و غذای دریایی نخورده امتحان نکرده ماهی نخورده حالا بعد از ازدواج حالا همچون همسرش میخوره و ماهی میخوره مثلا دارم میگم حالا امتحان میکنه بعد میبینه بدم نیست اتفاقا خوبه اتفاقا چقدر خاصیت داره بعد این تفاوت ها میتونه باعث پیشرفت بشه اما تفاوت ها در اصول اصول و من بارها این رو گفتم گفتم اصول و پرینسیپل ما یه چند تا یه تعداد اصول برای خودمون داریم و باید هم داشته باشیم مثلا فرض بکنید حالا عقیده های دینی اون ممکنه برای بعضی از افراد جزء اصول باشه بگه من با یه آدمی میخوام زندگی بکنم یا ازدواج بکنم که عقیده دینی و مذهبیش مثل من باشه مثل من فکر بکنه و شبیه من باشه بلو. این اصل شماست قبول یا اینکه من بچه میخوام من دنبال اینم که خانواده تشکیل بدم من نمیتونم با یه نفری ازدواج بکنم که اون بچه نمیخواد و از اول میگه من من نمیخوام بچه داشته باشم مثلا بچه داشتن من میترسونه خب اینها یه تعداد کمی ما اصولی داریم که این اصول رو میتونیم در نظر بگیریم وقتی میخوایم ازدواج بکنیم و قرار شبیه باشیم در این اصول یک میلیون اصول هم نمیتونیم داشته باشیم ما یه چار پنج دادن زنگوشت دست شما بگو مثلا یه اصولی داریم خب این اصول رو رعایت میکنیم در انتخابمون ما بقیه رو دیگه باید انتاف پذیری داشته باشیم برای اینکه کسی رو پیدا نمی کنیم که با یک میلیون اصول من اون هم دقیقا همون یک میلیون اصول من رو داشته باشه بعد اون وقت دیگه هیچ وقت نمیتونیم ازدواج کنیم خیلی هستن الان سنای خیلی بالا شدن ازدواج نکردم نکردن بهشون میگی چرا برای اینکه من کسی رو پیدا نکردم که چیزایی که من میخوام اونم بخواد به همین راحتی بعد میگیم بنویس چلتا، تا پنجاه تا شست تا چیزی مینویسه. یعنی اینا چیزهاییه که من میخوام خب معلومه اون باید بدیم بتراشن برات باید بدیم مهندسی ژنتیک بکنن اون آدم و برات که به وجود بیارن که عین همون چیزایی باشه که شما میخوای و این اتاق پذیری هم نداری اینه که میشه بله با تفاوت ها ما میتونیم بریم جلو و این تفاوت ها میتونن خیلی هم سازندگی برای ما داشته باشن و ما قراره این اتاق پذیری یا یک کلمه قشنگتر سازگاری اون سازگاری ها بتونه به ما کمک بکنه که همراه تفاوت هایی که در بین ما دو نفر وجود داره بتونیم زندگی رو ببریم جلو و ازش هم تازه بیاموزیم خب این در مورد شباهت ها بود برآوردن نیازها ببینید همه ما آدم های سری نیازهایی داریم خیلی هم نمیتونیم شعار بدیم من نیازی ندارم بابا ما نیاز عاطفی داریم ما،, ما نیاز داریم که یه نفر به ما محبتی نشون بده دست نوازشی بکشه دوست دارمی به ما بگه نمیگم ما گدای اینها هستیم چون هیچ وقت نداشتیم نه تازه میگیم آدم هایی که واقعا اینها رو در خانواده خودشون و در کودکیشون دیدن و تجربه کردن باز از این که تو رو دوست دارم و در کنار تو خوشحالم اینها رو لذت میبریم و حالا اسمشو نیازم نذاریم ولی لذت میبریم یه سری مسائلی هست که ما فرض کنید دوستی، رفاقت، همبستگی، همراهی، همزبانی اینها یه سری از چیزهایی است که ما در رابطه های خودمون میخوایمش احتیاجش داریم فرض بفرمایید احترام متقابل حالا بهش نیازم نگیم ولی احترام باید وجود داشته باشه من نمیتونم با کسی زندگی بکنم که به من بی احترامی میکنه منو کوچیک میکنه منو تحقیر میکنه گسلایت هم میکنه میگه تو بیماری تو نمیفهمی تو اشتباه میکنی یه آدمی که من رو حمایت میکنه حمایت به معنی فقط خرش کردن پول نیست که هی پول به من میده و نیازهای مالی منو برطرف میکنه حمایت یعنی من کمکی میخوام همفکری میخوام همراهی میخوام همراه من هست و کنار من هست اینا رو اگر اسمش رو بذاریم نیاز این نیازها رو ما میتونیم به صورت متقابل برای همسرمون او برای من من برای او در زندگی مشترک و زناشویی مورد توجه قرار بدم و برای همدیگه بتونیم حل بکنیم. این همی که از اون چیزهاییست که میتونه عشق رو به وجود بیاره عشق فقط این نیستش که من از بدن یک نفر خوشم میاد یا اون کشش های جنسی رو دارم اونها میتونه دو نفر رو به هم دیگه جذب بکنه نمیگم نمیکنه میکنه ولی اینها بعد از ازدواج و در طول زندگی وقتی که مشکلات مالی پیش میاد وقتی بنکراپسی پیش میاد وقتی بیکاری پیش میاد وقتی مریضی پیش میاد فرزندان میان دیگه اون جذبه های جنسی نیستش که حالا داره من زندگی من میبره جلو اینایی که الان دارم به شما میگم اینهاست، این برطرف کردن نیازهای عاطفی و امنیتی و نمیدونم حمایتی و دوستیه که میتونه دو نفر رو کنار همدیگه قرار بده ربای بفرم خیلی قشنگ تمام این صحبت هایی که الان کردین بیشترش شما گفتیم ما گدای عشق اینا نیستیم بلکه با این کارا رو انجام بدیم مرد برای زن یا زن برای مرد که عشق رو به وجود میاره خیلی قشنگ و لغت عشق به عبری میشه احوا احوا یعنی لاب عشق ریشش همون وسطش دوتا حرف هب هب یعنی دادن یعنی وقت انسان میده عشق به وجود میاره اگر فقط بخوای گیرنده باشه بگیری 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 این عشق به وجود نمیاره و خیلی قشنگ و میگه عاشق واقعی اون چیزی که نه اون چیزی که من میخوام بلکه اون چیزی که همسرم میخواد دوست داره من اون رو براش برام کنم این بهش میگن عشق واقعی از خدا هم یاد میگیریم چون که خدا خب دیگه عشقی که ما رو وجود آورده و اون میدونه قشنگ عشق واقعی چیه مثل ما خداوند رو صدا میزنیم پدرمون پدر آسمانی به اصطلاح اگر اون پدر و ما فرزندان پدر عاشق چیه فرزندانشه و اگر فرزندی یعنی ما انسان ها فرق نمیکنه هر دینی یا بی دین هم باشیم فرق نمیکنه عشق به هم نوع نداشته باشیم یعنی خدا رو دوست نداریم خدا میگه من شما رو دوست دارم شما بچه های من هستین پس من باید چیزی که اون دوست داره من هم دوست داشته باشم اگر اون عاشق ما هست ولی من تنفر دارم از تو کسی که تو کنیسا کنار من هست. یا توی بازار هست یا تو دانشگاه هست یا تو عروسی میرم یعنی من متقابلا خدا رو دوست ندارم اون نظر شما چیه دکتر جان؟ همینه ببینید واقعا آخه این دوست داشتن و عشق قراره که دو طرفه باشه و ما وقتی عشق میدیم عشق هم بگیریم و بودن افرادی که واقعا دارن حالا توی کار تراپی هستن و بارها در مورد حتی دوستی هاشون هم به صحبت میکنن من بارها بهشون گفتم ولی این دوستی شما ای دوستی دو طرفه نیست دوستی یک طرفه است فقط تویی که داری این کارا رو میکنی تویی که همراه اونی تویی که خرج میکنی و بعد اونجا اون حرمت به نفس زیر سوال میره و اذیت میشه بابا من این همه دار کار دارم میکنم به زنگ بیا کمک من یا بیا این کارو با هم انجام بدیم نیومد نبود همراه نبود پس همیشه واقعا این دوست داشتن نمیتونه یه طرفه باشه دوست داشتن، عشق، عشقورزی، مهربانی اینا همه باید دو طرفه باشه وقتی ما با یک همراهی داریم زندگی میکنیم یک یاری داریم زندگی میکنیم این رفت و برگشت لازم داره و کاملا حرف شما درسته ربای عزیز گفتگو کردن یکی از چیزهایی که واقعا میتونه باعث عشق و عاشقی و بعد حتی مستحکم شدن عشق در یک رابطه زناشویی باشه گفت و گوست گفت و شنوده راجع به چه چیزایی؟ مم. به دلخوری هامون اگه گله داریم اگه ناراحت شدیم اگه دلخوری پیدا کردیم در موردش قراره با همدیگه بشینیم گفتگو کنیم حرف بزنیم حلاجیش کنیم بازش کنیم نتیجه گیری بکنیم در مورد خواسته هامون من چه چیزایی رو میخوام من در مورد فرض کنید دوست دارم در آغوش کشیده بشم دوست دارم صبح که از خواب بیدار میشیم به همدیگه صبح خیر بگیم خب اگه اینا رو دوست داری اگه اینا رو میخوای خب بگو حرفش رو بزن بارها شده افراد اومدن از اینجور چیزا به من گفتن بعد بهش گفتم که ببین به طرف گفتی گفتی اینا رو میخوای بعد میگه نه خب خودش باید بفهمه میگم ببین بعضیا بلد نیستند ندیدن نشنیدن تو باید بگی و اشکال نداره ما در یک رابطه زناشویی خط قرمزی که چیزایی که بخوایم در موردش با هم دیگه حرف بزنیم نداریم ما در مورد همه چیز میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم با, با احترام ها نمیگم بی احترامی یا حرف زشت و رکیک اصلا و ابدا منظورم این نیست خط قرمز اونا هست ولی موضوعات رو خواسته هامون رو انتظاراتمون رو برنامه هامون رو کارهامون رو قراره با همدیگه گفتگو بکنیم و این اعتماد سازی میکنه وقتی همسر من میاد خواستش رو انتظارش رو برنامهش رو کارش رو پیش من حرف میزنه و صحبت میکنه اعتماد به وجود میاره و بعد من هم میدونم که اون کجا چه چیزهایی رو چگونه دوست داره ناراحت نشیم از اینکه چرا از خواسته ها و انتظاراتش به ما میگه تازه خوشحال بشیم و تشویق بکنیم که بگه صحبت بکنیم با هم دیگه اگر یه نفر میاد و میگه من اونجا از این حرفتو ناراحت شدم فوری رگ گردنمون نزنه بیرون و عصبانی بشیم و دلخور بشیم و که چرا داری این حرفو میزنی برای چین اینجوری با من به من گفتی نه تازه تشویقش کنیم چه خوب به من گفتی چه خوب که به نظر من آوردی که این حرف من برخورنده بوده سعی میکنم درستش کنم گفتنش هم بیفاید است خب بگه ببینید ما داریم حالا راه درست رو میگیم و مسئله اینجاست که ولی بله. گاهی وقتا خب کو گوش شنوا کو وقت نمیدونم یکی برا ما وقت نمیذاره یکی گوش شنوا نداره یکی بی اهمیته یکی تو دنیای خودشه ایناست که خب جدایی و دوری به وجود میاره اگر من از چیزایی دارم صحبت میکنم اینه که هر دو نفری که در این رابطه زناشویی رو ای دارن روی عاشق شدن و عاشق موندنشون کار میکنن این کارها و این تکالیف رو انجام بدن و اونی که داره گوش میکنه احترام میذاره عمل میکنه فعالانه گوش میکنه اونی که داره حرف میزنه احترام داره بی احترامی نمیکنه توهین نمیکنه صداشو بلند نمیکنه به رخ نمیکشه از خانواده اون یکی استفاده نمیکنه برای مدرک و نمیدونم حرف زدنش اینها یه چیزایی که خب باید در طرف در طرفین هر دو رعایت بشه اما کلیتش اینه که اون گفتگو راجع به دلخوری ها خواسته ها انتظارات برنامه ها میتونه اون عشق و رابطه صمیمی رو به دو نفر به وجود بیاره به شرطی که دو طرف هم باشه باید بفهم من خیلی وقتا از روانشناسا شنیدم که مثلا میگن اگه مثلا همسر هم نمیخواد خودت به تنهایی به تراپی برو یا انسان فکر کنم راحلش اینه رو خودت مم. کار بکن عاشق خودت باش چون تمام اینها که میخوای به همسرت بگی اگر خودت بهش اعتقاد نداری به عمل نمیکنه یه چیز علکی بیهوده است که با از سرت بخوای درست یعنی؟ کاملا درسته و کاملا اون روانشناس هایی که شما میگید خیلی درست میگن و واقعیت همینه یعنی خیلی وقتا این به این معنی نیستش که از یه طرف من گوش نمیکنه یا طرف من همش فقط حرف بی خود میزنه یا نمیدونم عشق همش حرفه اگر این اتفاق ها هست ولی من هنوز میتونم رو خودم کار بکنم خودم رو قوی بکنم اصلا یه جایی پیدا بکنم ببینم من توی همچین رابطه ای چی میگم من چرا تو همچین رابطه ای موندم ممکنه بتونم دلیلی براش پیدا کنم که چرا موندم ممکنه تصمیمم رو عوض بکنم من اونا رو نمیدونم چه تصمیم ممکنه پیش بیاد هر تصمیم ممکنه از اون رابطه پیش بیاد ولی اینی که ما رو خودمون کار بکنیم خودمون رو بسازیم یه شناختی از خودمون پیدا بکنیم و ببینیم جایگاه ما در این اوضاع احوالاتی که تو زندگی هست کجاست چیه چرا هست خب اینا خیلی کمک میکنه اولین چیزی که فرض کنیم مثلا مادر پدری با من تماس میگیرن میگن فرزند من این ایرادو داره این ایرادو داره این ایرادو داره میخوام که این فرزند من بیاد پیش شما میگم اول شما باید بیاید و هر دو تونم باید بیاید به عنوان پدر و مادر اول من ببینم چه هست چه نیست شما شماها با هم چه گونه هستید شماها با هم چه رفتارهایی دارید اصلا شاید من اون بچه رو لازم نباشه ببینم و بارها این اتفاق افتاده بچه ای که فکر میکردن پدر و مادر مشکله معلوم شد اصلا بچه نتیجه مشکلی است که پدر و مادر با هم دیگه دارن خب. حالا دقیقا این رابطه هم همینطوره خیلی وقتا ما فکر میکنیم که همسرمون آدم بدیه و بدخلقه و نمیدونم ناسازگاره و اینجور چیزا ولی بعد ممکنه متوجه بشیم که خب من یه چیزایی دارم که اول من باید خودم رو درست بکنم من یه چیزایی دارم که دارم یه چیزایی رو بد میبینم اینه که به هر حال در هر حالتی اینه که یک مشاور یک روانشناس بتونه کمک بکنه و بتونه به افراد در شناخت خودشون و راهکارهایی رو پیدا کردن کمک بکنه در هر شرایط خوبه چه با هم زوجین چه تنها یا تنها تنها اینی که من صحبت شما رو که فرمودید کاملا قبول دارم و فکر میکنم این کار خوبی که انجام بشه چیزی هم هست که دنبال فرمایش شما عشق به خود جلوی همه تقصیرات را میگره یعنی ناخداغه همه عاشق خود هستیم دیدیم مثلا میگن چرا این کار کردی؟ من یه ازدواج رو یا بیزینس رو به هم میزنه دنیا خراب میکنه من کاری نکردم من آزارم به مثلا چی چی گفتم انسان هیچ وقت متوجه اشتباهات خودش نمیشه شاید این همسرش که داره محکوم میکنه خودش بیش از اون وقت بشه روانشناس میاد یعنی نه مشکل از منه که این بیچاره رو دارم اینجوری محکومش میکنم خیلی وقتا اینجوری میشه دکتر جان کاملا همینطوره دارم اون رو تحقیر میکنم دارم رو کوچیک میکنم کاراش رو ارزش نمیگذارم همش دارم ازش ایراد میگیرم و بعد خودم هم باورم اینه که خب این آدم پر از ایراده پر از مشکله و هستند آدمایی که خب کنترلینگن آدمایین که یا وسواس دارن و اون طرف مثلا کفشش اگه صاف نباشه یه خود کج باشه این یکی اونو به عنوان یه آدم بیمار مریض پر از خطا و اشتباه میبینه در حالی که بابا این وسواس توی که داری یه چیزی رو میبینی امه. یا تو یه آدم کنترلینگی هستی که میخوای کوچکترین رفتارهای همسر خودت رو کنترل بکنی این بهت حس قدرت میده مشکل قدرت داری خب اینا یه که در اون تراپی های فردی بسیاری از کاپل تراپی ها اصولاً مشاوره های زوج ها در نهایت دو نفر رو تشویق میکنن به اینکه هر کدوم تنها تک تک و تنهایی هم مشاورین خودشون رو داشته باشن روانشناس خودشون رو داشته باشن تا توی اون فلاها و مشکلاتی که در خودشون وجود داره بتونن رو اونها کار بکنن و اونها رو برطرف بکنن پس گفتگوی متقابل و سمیمانه و فعالانه یکی از اون دلیل است که میتونه عشق رو در یک زندگی زناشویی به وجود بیاره و ما رو به همدیگه عاشق کنه رابطه سمیمانه اینتیمسی رابطه فیزیکی رابطه جنسی رابطه فیزیکی گاهی وقتا میتونه در آغوش کشیدن باشه دست همدیگه گرفتن باشه کنار همدیگه نشستن باشه حتما یک رابطه حتما نباید رابطه جنسی باشه این رابطه های سمیمانه وقتی ما داریم پیاده روی میکنیم میتونیم دست همدیگه رو بگیریم وقتی نشستیم داریم فیلم تماشا میکنیم میتونیم همدیگه رو در آغوش بکشیم سرمون رو شونه اون یکی بذاریم این روابط صمیمانه جسمی و جنسی هم که جای خودش رو داره میتونه دو نفر رو به همدیگه نزدیک بکنه اون هورمون اکسیتوسین که هورمون پیوند هست این هورمون با رابطه فیزیکی و جسمی و جنسی در دو انسان ترشح میشه و اونها رو به همدیگه میچسبونه پیوند میده و این پیونده که ما در اون دوران زناشویی بهش احتیاج داریم همونطور که مادر وقتی سینه خودش رو به دهان نوزادش میگذاره هورمون آکسیتوسینی که در مادر و فرزند ترشح پیدا میکنه از این عمل اونها رو به همدیگه پیوند میزنه چرا مادر انقدر دلسوز فرزندشه انقدر دلش برای فرزندش میتپه انقدر میخواد او رو از درد و رنج نجات بده به خاطر این پیوندی است که اونجا اتفاق میفته حالا ما یه زن و شوهری داریم که دیگه دارن با همدیگه زندگی میکنن وقتم دارن هر شب هم میرن توی تخت خواب کنار همدیگه میخوابن با همدیگه فیلم هم تماشا میکنن اما اون پیونده اتفاق نمیافته خب بابا بگیر اون دسته رو بغلش کن ببوسش کنارش بشین خودتو بهش نزدیک بکن با همدیگه تعارف نداشته باشید و این کارها زشت و بیادبی و بیابرویی و تحقیر و کوچیک شدن و ضعف و نمیدونم اینجور چیزها نیست خب ایناست که میگیم ما من پدر و مادر باید این کارها رو تو خونه انجام بدم که بچم ببینه پسر من ببینه که پس بعدا وقتی رفت زن گرفت با زنش بتونه این کارها رو بکنه براش چیز عجیب و غریب نیاد اینقدر در مورد این مسائل به عنوان چندش و کثیف و زشت و بی نقل قول نکنیم از این کامنت ها ندیم وقتی دو نفر همدیگر رو بغل کردن و در آغوش کشیدن وقتی که حالا ازدواج کردن در یک رابطه قانونی و زناشویی قرار دارن تا بعد اینا تشویق بکنیم تا مرد ایرانی زن ایرانی هم خانم عزیز خانم راشل عزیز زن ایرانی هم احساس میکنه اگه شوهرش بهش خودشون نزدیک کنه این کارا چی این کارا زشته ای اینا ای 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 بی ادبی نه 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 جلو مردم این کارو نکن نه 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 به من دست نزن اینم من بارها شنیدم اینا من از خانم ها شنیدم که اینطور برخورد میکنن خب اینا متقابل دیگه هم مرد باید اون نزدیک بودن ها رو داشته باشه هم زن هم باید اون رو بپذیره و یا خودش هم باز اینیشیت بکنه اینی که ما منتظر بشیم مرد اینیشیت بکنه مرد جلو بیاد یا زن منتظر مرد مرد منتظر زنه که زن جلو بیاد و بعد ببینیم هیچ هیچ کس جلو نمیاد هیچ وقت هم اتفاق نمیفته 50 سال گذشت و هیچی به هیچ من یشیوا که بودم دانشگاه تورا که درس مثل کالج یک با داستان واقعی یکی از دوستانم رفت پیش استادم یادش بخیر گفت من میخوام از زنم طلاق بگیرم گفت چی شده گفت تو آشپزخونه اومده منو بغل کرده واقع همینجوری گفت خب از خدات باشه که خانواده رو یعنی اومده مثلا مذهبی شده مثلا میگه مثلا یه چیز مثلا به قشمش چندش آوری چه بدی نه آدمی که خداییه نباید مثلا با هم نه این در دو... من امروز تو کنیسا خب قبل از دعای بعد از دار که میخونیم در مورد روز عشق و اینا صحبت کردم بعضی خانما گفتم واو خیلی از ربای اصلا میگه آقای مال تو دین یهودیت نیست گفتم نه عشق به این قشنگی بغل ها هم گل پروشی رو مثال زدم میبینیم چقدر مردم ابراز عشق میکنن و خود تورا اصلا گفته هم تو مثل خود دوست بدار اصل تورا دکتر جان هم نوع تو مثل خود نوشته توضیح هست رو این یعنی عشق تو یهودیت حرف اول میزنه عشق به خدا عشق به همسر عشق به فرزند عشق به خود یعنی اگر عشق نباشه از یهودیت اصلا بویی نبردن بعضی فکر میکنن خدا بودن مذهبی بودن اینه که مثلا ازدواج نکنن برن بالای کوبی شنن صوفی, صوفی بشن یه کله خورما بخورن صبح تا شب مناجات و تورا و تعلیم و اینا اینا خدایی هن. نه یا از زن جدا باشن رابطه نداشته باشن نه برعکسش قدوسیت در ازدواج در اون رابطه جنسی هست که وجود داره وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنن بهش میگن اینا با هم قدوشین کردن یعنی مقدس شدن تقدیس پیدا کردن تقدس در یوم کیپور و نمیدونم شبات و نیست تقدس اینه که انسان تو در لاس وگاس هالیوود در لس آنجلس هم عشق و محبت رو به همدیگه نشون بدن و واقعا من از روز تو آمریکا واقعا لذت میرم دکتر جان خیلی قشنگه <applause> آره ببینید داخل دنبال این نباشیم که حالا این از کجا اومد نمیدونم فلسفش چی بود اینا خواستگاهش کجا بود ببینیم الان چی داره میگه الان داره حرف قشنگی میزنه الان داره الان من لذت بردم اگر که تو بیش ود هست و ما قرار روزی باشه که درخت و میوه و غذا و چیزایی که طبیعت داره در اختیار ما میگذاره رو بزرگ بدونیم و ارج بنهیم و لذت ببریم خب این خیلی قشنگه چرا نکنیم حالا چه فرق میکنه کی،, کی چی داره کی چه دینی داره کی از یه چیزی این حرف قشنگ خیلی خوبیه که قرار این کار بکنیم خب منم میکنم منم هم همون کارو میکنم خب ببینید اینها رو نگم دیگه خیلی ملالغتی باشیم و دنبال ببینید صحبت از عشق شو صحبت از شکوزاری چون شو تو تنکسگیوینگ و شکوزاری رو همه میز میچینیم و دوره هم جمع میشیم و استفاده میکنیم و بغلمونه رو میاریم و میپذیم و دلشون بر میکنیم و نمیدونم گریوی هم میاریم و نمیدونم مش تو هم میاریم خب هم یکی دیگه از همون دیگه خب این کارا رو میکنیم و اتفاقا از همدیگه یاد میگیریم از همدیگه یاد میگیریم به همدیگه یاد میدیم شفقت به خود حرمت به نفس مهربان بودن به خودمون و خودمون رو دوست داشتن در, پی... در قوی کردن پیوند زناشویی و به وجود آمدن عشق به دو نفر کمک میکنه حالا من خودخواهی رو نمیگم خودخواهی یعنی من بیام ربای رب از تو جیب شما پول شما رو وردارم بذارم جیب خودم بگم این مال منه اینو بهش میگن خودخواهی ولی اگر من پول خودم رو رفتم خرج کردم یه لباسی خریدم که دوستش دارم و میپوشم این بهش میگن شفقت به خود مهربانی به خود حرمت به نفس و وقتی آدم ها ببینن که یارشون خودش رو دوست داره به خودش احترام میذاره با خودش مهربونه اونها هم بهش احترام میذارن اونها هم باهاش مهربونن اونها هم یاد میگیرن به خودشون هم مهربانی بکنن یعنی این یکی دیگه از مسائلی است که میتونه به عشق کمک بکنه آخریش هم بگم کلمات صمیمانه <applause> تکست میکنیم حرف میزنیم دوستت دارم بهت عاشقتم چه خوشحالم چه خوشبختم که کنار تو هم تو رو دارم همراه هم هستیم چقدر ازت یاد گرفتم چقدر این مورد رو این موضوع چقدر خوب توضیح دادی چقدر خوب به من نمیدونم کمک کردی ببینید از همدیگه تشکر میکنیم کلمات سمیمانه دوست داشتن دلتنگت شدم اینها میتونه تکست بشه میتونه گفته بشه میتونه اتفاقا جلوی دیگران هم گفته بشه جلوی به خصوص بچه ها گفته بشه و اینها اون رابطه سمیمانه و عاشقانه رو به وجود میاره و بسیار هم باید تمرین بشه یادمون باشه هر چقدر از عشق و محبت و مهربانی صحبت کنیم کم گفتیم هر چقدر عمل کنیم کم گفتیم اگه میخوایم کادو بخریم یه کادوی بخریم که روش فکر کردیم برنامه کادویی باشه که متفکرانه بوده نریم یه جایی دو تا شاخه گل داریم ببریم بدیم اونجا رفع تکلیف بکنیم ببینیم این چی دوست داره اون چیزی رو که دوست داره احتیاج داره میخواد خوشحالش میکنه حتی میتونه یه کارتی باشه که من این رو با دستخط خودم نوشتم یعنی یه کارت آماده رو بخریم ببریم بدیم من یه دو تا کلمه رو با دستخط خودم روش نوشتم این هاست که واعث میشه اون طرف بفهمه که من یک قدر دانش هستم و دو در موردش فکر کردم و برنامه ریزی کردم اعتمادمون به همدیگه بیشتر میشه اینا چیزایی که میتونه پیوند زناشویی رو, رو قوی تر بکنه و اون عشق رو در دو نفری که ازدواج کردن به وجود بیاره یا اگر وجود داشته محکم تر بکنه من با دو تا نکته سریع بگم یکی راب تو عراق را به بنیشقی همسایه ما تو ایران میفرمودن که راه به دست آوردن دل مرد از طریق شکم اوست زن خیلی راحت میتونه مثلا غذایی که مرد از سر کار میاد آماده بالاش بذاره جلو و این مرد ها میدونه از روی شکم و اینا میتونه بیشتر رو قضا خانم ممکنه بیشتر روی قضا اینا نباشن یه چیز دیگه بخوان و نکته دوم که خیلی قشنگ بهشم اشاره کردین ظاهر و زیبا لباس و اینا که قبل از عروسی قشنگ شیک و پیک ولی بعد از ازدواج مقدار شلخته شلخت پلخته میشه و من خودم سالیان سال کنار ایلات مارکت زندگی میکردم مرکز مارکت ایرانیا باور کن بارها با گوش خودم از که رد برم کنیسا میشنیدم مثلا خانم یا موهام درسته اینکه بره مثلا تو مارکت مد زیبایی ولی آیا همین گونه هم وقتی وارد خونه میشه بگه آیا موهای من قشنگه آیا لباس هم قشنگه ست تا یکیشون نمیگن دکتر جان ولی وقتی عروسی میخوان وارد بشن جلوی مردم یا تو سوپر مارکت این حرف رو میزنن یکم قور نزدن همه از قور زدن بعدش میاد آقا اینا فیزینا بس چقدر قور میزنن چقدر انتقاد میکنن چقدر میخوای نمیدونم نمی بگه من بلدم یه مقدار اینا رو که کنم چون عشقای گذشتمون که مقدار شده در این شب اشاق قوی و قوی دکتر زن. سنده باشید ربای عزیز نکته بسیار خوبی رو گفتید چیز دیگری بنده ندارم به اینها اضافه کنم خیلی قشنگ و خوب گفتید <تصفح> امیدوارم که <تصفح> محبت کردن و عاشق بودن و هممون تمرین کنیم یاد بگیریم تمرین هم بکنیم و اون گرد همایی که ربای عزیز هم دارید با موفقیت و شادی و دور هم بودن پیش بره آمین نظر لطفتونه امیدوارم که همه عشقامون یه بار مصرف نباشه بلکه دائم بهتر و بهترم هر روز بشه آمین شب روز <applause> شب روز دکتر جان بخیر بخیر دوستان عزیز خیلی که اینجا برای ما بودیم برنامه فوق العاده زیبایی بود در شب اشاق امیدوارم که همیشه عاشق باشیم دیگران هم به عشق دعوت کنیم و وقتی خودمون به خودمون عشق داشته باشیم میتونیم عشقمونم نثار دیگران بکنیم تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم